من تو دانشگاه بودم، بعد یه زندان شنیدم، بنیانگذاران سازمان دستگیر شدن و دفاعیاتشون میخوندم. به خود دفاعیات علی مهندوس بود، به شما عرض کنم که ناصر صادق بود و به طور مشخص دفاع برادر مسعود بود. اصلا تحولی تو زنده تو دانشگاه به وجود آمد بین دانشجوها و همینطور تو جامعه رفتن و خود این دفاعیات. یادم علی مهندوس تو شهید تو دفاعیاتش گفت من اگر همینجا مسلسل داشتم، خطاب به دادستان دادگاه گفت اگر همینجا مسلسل داشتم قلب تو رو نشانه می‌رفتم. معمولا تو دادگاه کسی که بره دنبال اینه که جرمش رو کم بکنه و کاهش بده تا بتونه از دوران محکومیتش کم بکنه، در صورت که دیدی مثلا این چیزی که بود همه چیز وارونه شد. اون دفاعیات سرسخت، دفاعیات قهرمانانه و دفاعیاتی که اومد توی بیرون، تک تکش اومد بیرون، خب مشخص بود که کسانی که این دفاعیات رو میکنن و اینطوری در مقابل ساواک و رژیم شاه میستن، معلومه جرمش هم حکمش هم چه اعدام و مینیمم حبس ابد. به همین دلیل مثلا دفاعیات خود یکی از کارهایی که دانشجوها میکردن، من خودم اون موقع شاهد بودم، مثلا تکثیر همین دفاعیات بود ما میکردیم، پخش میکردیم در تمام مراکز و جاهای مختلف تا بیشتر این پیام بره. ما جنگ عادلانه آزادی بخش را تا زمانی که دشمن وجود دارد و تجاوزاتش از بین نرفته پیکاری عادلانه میدانیم، تا استثمار به طور کلی از بین برود. این حق مسلم ستم دیدگان است که به نبرد برخیزند و خدا بر یاری آنها تواناست. بین ما و شما آقای دادستان که نماینده رژیم هستید، فقط گلوله میتواند حاکمیت داشته باشد. من با تو هیچ بحثی ندارم. اگر همین الان مسلسل به دستم میرسید در شکمت خالی میکردم. ما با پذیرش ایدئولوژی شهادت انقلابی به انجام وظیفه انقلابی خود برخواسته ایم. از مرگ نمی ترسیم، بلکه مرگ در راه خلق نهایت آرزوی ماست. مبارزه مسلحانه تنها راه آزادی ملت اسیری است که سالیان دراز در زیر یوغ سرنیزه زندگی کرده است. پیروز باد انقلاب مسلحانه خلق ایران. چرا تاریخ معاصر با خون جوانان رنگین می شود؟ چرا گروه های مهاجم پیوسته رشد می کنند؟ چرا این فرزندان خلق در کار رهایی خلق هستند؟ اینها اگر بخواهند به قول خودتان می توانند از همه چیز برخوردار شوند. ولی چرا اینطور بی باکانه روانه زندان می گردند یا در مقابل جوخه آتش قرار می گیرند؟ در قرآن آیه ای آمده است که می گوید چرا در راه خدا و زنان و مردان و کودکان درمانده که منتهای آرزویشان رهایی از قید ستمکاران است به پیکار بر نمی خیزید؟ بنیانگذاران مجاهدین و سایر اعضای مرکزیت هم دفاعیات پرشوری در دادگاه‌های رژیم شاه انجام دادند و در واقع اونها رو به صحنه محاکمه شاه تبدیل کردند. البته اون دادگاه‌ها دیگه علنی نبود. با این حال خبر دفاعیات پرشور اونها به جامعه می‌رسید. این خبرها و بخش‌های اندکی از دفاعیات اونها همراه با خبر شهادتشون در 3 فروردین و 4 خرداد 1351 به راستی در جامعه ایران تبدیل به طوفان شد، یا به قول پدر طالقانی از خونشون سیلاب ها برخاست و سرانجام طی 7 سال جزیره ثبات اون زمان رو با خودش برد. امروز
برای تجلیل از شهدایی جمع شده اید که از خونهای آنها پس از 7 سال سیلابها برخاسته، آنها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن بودند، گوهرهایی دیدند که در تاریکی درخشیدند. همین نجات و دینزادگان اسکرزاده، مشکین خان، ناصر صادق از همین پابندگان بودند. اینها راه جهاد را کشیدند، ورود رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد. اگرچه آخوندها پس از سرقت انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و مسلط شدن بر مؤسسات رژیم شاه، هرگز حاضر نشدند اونچه از فیلم و تصویر تا صورت جلسات از دادگاه‌های بنیانگذاران مجاهدین وجود داشت به دست مجاهدین برسه و در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیره، اما شاهدان بخش‌هایی از اون صحنه‌ها رو برای همگان بازگو کردند. بعد تقسیم بندی شدیم به اصطلاح دادگاه به دادگاه، همه را بردن به سلول ها یا هم دادگاه های خودشون هم سلول کردن. دادگاه ما به اصطلاح شهید سعید محسن، موسا، بهمن بازرگانی که خیانت کرد و من بودم. ما 4 نفر هم دادگاه بودیم، حدود نزدیک به 2 ماه در 1 سلول بودیم. اونجا بحثایی که خود سعید میکرد یا موسا میکرد بسیار برای من آموزنده بود. یعنی من آموزش های بسیار بسیار زیادی را اونجا از همین دوتا، به خصوص از محسن، سعید محسن گرفتم. شهید بنیانگذار سعید محسن یه ویژگی داشت که بحثاش بسیار انسجام داشت. ورودش و خروجش از بحث طوری بود که هر شنونده اینو به اصطلاح در ذهنش می نشست و دادگاهش هم همینجوری بود. بچه ها می گفتن که چرا دفاعی نمی نویسی؟ گفت دارم فکر می کنم می نویسم. یه روز به اصطلاح بعد از نهار گفت که می خواهم دفاعیمو بنویسم. من فکر کنم که واقعا برای من شگفت آور بود که این شروع کرد دفاعیشو که نوشتن. از اول تا آخر این دفاعیه که نوشت، بعد فقط چند جا توی این کاغذهای بزرگ مثلا A4 کوتاه، هر چه کاغذی پیدا می‌کردیم می‌دادیم می‌نوشت دیگه. چند جاشو به اصطلاح خط کشید مجدد نوشت. بعد موسا و من هم شروع کردیم دفاعیه‌های سعید محسن رو ریز کردن و توی کاغذهای سیگاری که از قبل آماده کرده بودیم اینا ریز می‌کردیم می‌نوشتیم. حدود چند صفحه اول را موسا نوشت، بقیه دفاعیات سعید محسن که توی کتابش هم زمیمه هست، یعنی زیراکراس زمیمه هست، اونا تماما به خط منه که وقتی می‌خواستن منو از اونجا بیارن، از اوین بیارن به قزلقله، من پیشاپیش جاسازی کرده بودم و با خودم آوردم. توی دادگاه اول که وقتیم دادگاه اول، شهید محسن نفر اول بود، در واقع متهم اول بود به قول اونا. بعد اول که شروع کرد آیات قرآنی را بخوندن، بعد این رئیس دادگاه گفت که این چی میگه؟ شهید موسا گفت که یاسین تو گوش خر میخونه. بعد واقعا دفاعیاتش بسیار بسیار کوبنده بود. هیچ وقت من این جملاتش یادم نمیره که در پایان که نمیذاشتن، قطع میکردن، ولی این حرفشو میزد، گفت که ما در قله تفکر بشر امروزی ایده های حضرت علی را محقق شده میبینیم. یعنی انقدر به آرمانش ایمان داشت. موضع تهاجمی مجاهدین تا زمان دادگاه‌ها رژیم شاه رو مات کرده بود.
ساواک به خوبی می دید و مطلع بود که آرمان مجاهدین از طریق مقاومت در زیر شکنجه ها و از طریق اجرای برنامه های دقیق و طراحی شده مثل فرار رضا رضایی قهرمان و همچنین با دفاعیات کوبنده در دادگاه ها و انتشار این دفاعیات چگونه داره مجاهدین رو به هدفشون نزدیک میکنه. به همین دلیل به فکر توطئه افتاد تا بتونه مجاهدین رو از درون خودشون هدف قرار بده و نتیجه تمام فداکاری ها رو هم از بین ببره. اما هیهات. توی سلولایی که با خود سعید صحبت میکردم راجع به آینده سازمان، به دلیل ایمان خلل ناپذینش به آرمانش، به راهی که انتخاب کرده بود، این جمعت را بارها و بارها به اصطلاح به من گفت. گفت ببین این سازمانی که بنیانگذاری شده، ما هم همه من شهید بشیم، این راه واقعیه، این راه ادامه خواهد داشت و ما مطمئنیم که آرمانهای ما را توی این سازمان و ادامه دهندگان این سازمان محقق خواهند کرد. من فکر کنم که با توجه به این که ما یک بار تونستیم محمد آقا را ملاقات کنیم، یعنی داستان این بود که اومدم، حسینی اومد به سعید گفت بعد از دادگاه اول ما، گفت چرا اینقدر شلوغ کرده تو دادگاه، به تو اعدام دادن، به محمد ابد دادن. ما میدونستیم توطئه ساواک چیه. شهید محسن گفت که من قبول ندارم، باور نمی کنم شما اصلا محمد رو اعدام خواهی کرد. گفت میخوای بیارم تا خودش بگه؟ گفت آره اگر میخوای بیار، میتونه بیار، چرا که نه، از خودش بشنوم. حسینی رفت محمد آورد. حسینی از شهید موسی واقعا حساب می برد. حسینی گفت که هرچه آقا موسی بگه. موسی هم گفت معلومه، بریم بیارین، اگر راست میگیم بریم بیارین. اونجایی که آوردن، موسی به اصطلاح حسینی را سرگرم کرد و محمد آقا و سعید صحبت کردن. من جمله‌ای که شنیدم این بود که هم محمد اینو گفت هم سعید که بایستی این دادگاه را بر سر شاه خراب کنیم. تموم شد. دلیل این که به محمد آقا ابد دادن در دادگاه اول این بود که میخواستن توطئه بکنن و به همه بگن که بنیانگذار سازمان شما سازش کرده و به این دلیل به این ابد دادیم، بعد بقیه بچه ها را به اصطلاح اعدام بکنن یا خانواده ها را علیه محمد آقا بشورونن و الاخر توطئه که ساواک چیده بود. ولی در دادگاهی که برای محمد آقا گذاشتن، واقعا آنچنان دفاع 6 ساعته کرده بود که مجبور شدن اینو در واقع حکمش رو اعدام اعلام بکنن. حنیف کبیر در آستانه شهادت پرچم رو به دست کسی سپرد که میدونست مجاهدین رو از چه طوفان‌هایی عبور خواهد داد و به چه اوجی خواهد رسوند. در لحظاتی که هیچ کلامی قادر به توصیف اون نیست، میثاقی بسته شد که از اون معجزه ها برخاست و مجاهدین رو به امیدی نه فقط برای فردای ایران، بلکه برای منطقه و شاید هم همه جهان تبدیل کرد. یک شب من اونجا بودم با برخی از برادران که شاید همینجا باشند، هم دادگاه بودیم، مثل محمود احمدی، مهدی فیروزیان، محمد طریقت. فردا عصر از بغل گوشم، در حالی که اسممون رو خونده بودن که وسایلمون رو جمع کنیم برای انتقال به قصر، صدایی شنیدم، دیوار، و دقت کردم مرس بود، ولی نه مرس معمول که مثلا با انگشت میزدیم به دیوارها، فلزی بود که به دیوار میخورد. بچه ها رو صدا کردیم، با کمال شگفتی
صدا گفت که من محمد حنیفم. من هم اسمم گفتم. گفت اینجا چه میکنی؟ داستانا رو گفتم. بعد پرسیدیم شما چه میکنید؟ گفت دست و پام بسته است، آوردن بالای سر مهدی رضایی، ولی در کمیته مشترک کمیته و شهرباری اون زمان، ولی گفتم که نمیشناسمش. در همونجا به من و همه مجاهدین ابلاغ مسئولیت کرد و تعهدمون رو گرفت. و البته حسرت دیدارش دیگر بر دلمون موند، چون چند هفته بعد خبر شهادتشون رو شنیدیم. سازمان امنیت 5 میلیون نفر عضو داره یا همکاری ممنون کنه. کمیته مشترک ضد خرابکاری در حدود بحر این بچه ها شبه کارش یکنگری بودن اینجا اینطور نمیشه باشه اینجا این چیه اسلامیک مارکسیست. انقلابی واقعی کسی است که وقتی آسمان رو پوششی از ابرهای تیر و تار فرا گرفته باشه، باز هم تابش خورشید رو از یاد نبره که بی تردید خواهد تابید.